سلام دوستای گلم امیدوارم شب و روزتون به خیر باشه به دکتر سلامت خیلی خوش اومدین در این ویدیو با من همراه باشین تا دوازده نکته عجیب و غریب که به قلب شما آسیب میزنن رو براتون بگم شما هم یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگولک کنار سابسکرایب از ویدیوهای بعدی ما با خبر باشین شما میدانید که داشتن رژیم غذایی نامناسب و ورزش نکردن می تواند سلامت قلبتان را به خطر بیاندازد. اما عوامل دیگری هم وجود دارند که می توانند سبب بروز بیماری قلبی شوند و ممکن است شما از آنها آگاه نباشید. مشکلات دندان افراد مبتلا به بیماری های لسه بیشتر از سایرین در معرض بیماری قلبی قرار دارند. بعضی از متخصصان بر این باورند که باکتری لسه ها ممکن است به جریان خون شما انتقال بیابد و همین امر منجر به التهاب رک های خونی و سایر مشکلات قلبی می شود. هر شش ماه یک بار برای معاینه دهان و دندان هایتان به دندان پزشک مراجعه کنید. مشاقل شیفتی طبق یک مطالعه که اخیرا انجام شده کار در شب یا داشتن ساعتهای نامنظم کاری خطر ابتلا به حمله قلبی را افزایش می دهد. محققان می که کار شیفتی تأثیر نامطلوبی بر ساعت زیستی بدن دارد. آنها بر این باورند که چنین مشاقلی قلب شما را دچار آسیب می کند. بنابراین اگر کارتان روزانه نیست اقدامات اضافی را برای کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی انجام دهید. ورزش کنید و یک رژیم غذایی سالم داشته باشید. گیر کردن در ترافیک سنگین هر کسی که تا به حال در ترافیک گرفتار شده به شما خواهد گفت که این اتفاق تا چه حد استرسا و آزار دهنده است. شاید به همین دلیل باشد که تحقیقات صورت گرفته یک ساعت ماندن در ترافیک را با بیشتر شدن احتمال بروز حمله قلبی ارتباط میدهند. سر و صدای زیاد هم با بیماری قلبی ارتباط دارد. در صورتی که نمی‌توانید از تردد در ساعات شلوغی و اوج ترافیک پرهیز کنید بهتر است که در ماشین موسیقی آرامش بخش گوش بدهید تا به این ترتیب سطح استرس و فشار روی شما کمتر شود خوروپوف اگر شریک زندگیتان میگوید که شما مرتبا خور و پف می کنید یا در زمان خواب به نظر می رسند که نفس نفس می زنید حتما به پزشک مراجعه کنید. ممکن است به یک بیماری جدی به نام آپنه خواب دچار شده باشید. این اتفاق زمانی ممکن است رخ بدهد که مجرای تنفسی شما تا حدی مسدود شده و همین باعث می شود که ریتم تنفستان گاهن مکس داشته باشد. این اختلال با فشار خون بالا، ضربان قلب نامنظم، سکسه مغزی و نارسایی قلبی مرتبط است. نداشتن خواب راحت و کافی در صورتی که به طور معمول کمتر از 6 ساعت در شبانه روز میخوابید، خطر ابتلا به فشار خون بالا و بالا رفتن کلسترول در شما افزایش می‌یابد. حتی احتمال چاقی و دیابت هم در شما افزایش خواهد یافت. البته این بدان معنا نیست که شما باید هر روز بخوابید یا روزها را هم به خواب بگذرانید. توجه داشته باشید که 7 تا نه ساعت خواب شبانه برای شما مناسب است. نارضایتی از زندگی تعهل داشتن یک زندگی مشترک باعث می شود قلب شما شاد و سالم باشد. بر اساس یک مطالعه که اخیرا انجام شده، خطر ابتلا به بیماری های قلبی در بزرگ سالان سالمند که از زندگی مشترکشان راضی هستند، پایین تر از کسانی است که از زندگی مشترکشان رضایت ندارند. هنگامی که شما استرس دارید و تحت فشار قرار می گیرید، به احتمال زیاد رژیم غذایی بدی هم خواهید داشت و ممکن است دست به کارهایی بزنید که اصلا برای قلبتان خوب نباشند، مانند مصرف بیش از حد نوشیدنی های الکلی. هورمون استرس ممکن است تاثیر منفی روی قلب شما داشته باشد. بنابراین اگر زندگی مشترک شادی ندارید، همراه با همسرتان به یک مشاور مراجعه کنید. تنهایی هنگامی که با آدمهای مورد علاقه اتان وقت می گذرانید، سطح استرس در شما کم می شود و همین به شما کمک می کند که فعال بمانید. احتمال رخ دادن بیماری قلبی در آدم هایی که تنها هستند بیشتر است. اگر نزدیک خانواده یا دوستان نزدیکتان نیستید، سعی کنید در جاهایی مثل باشگاه دوستانی را برای خود پیدا کنید. شکم بزرگ هر گونه اضافه وزنی به نوعی فشار روی قلبتان محسوب می شود، اما چربی ناحیه شکم بیشتر از هر چیز دیگری خطرناک است. چربی این ناحیه ممکن است بدن شما را برای تولید هورمون و سایر مواد شیمیایی که می توانند فشار خون را افزایش دهند و اثرات بدی بر عروق خونی و میزان کلسترول باشند تحریک کند. اگر شما زن هستید و سایز دور کمرتان بیشتر از 88 سانت است و در صورتی که مرد هستید و سایز دور کمرتان بیشتر از 100 سانت است با پزشکتان برای داشتن یک رژیم غذایی خوب و برنامه ورزشی صحبت کنید. بیش از حد تلویزیون تماشا کردن احتمال رخ دادن بیماری قلبی در افرادی که مدام در مقابل تلویزیون می در مقایسه با کسانی که زمان تماشای تلویزیون را محدود می کنند بسیار بالاتر است. هر یک ساعتی که تلویزیون را در طول روز تماشا می کنید ممکن است خطر ابتلا به بیماری قلبی را تقریباً 20 درصد افزایش دهید. مجرم اصلی در این رابطه نشستن است نشستن به مدت طولانی با مشکلاتی مانند فشار خونه بالا ارتباط دارد انجام تمرینات ورزشی بیش از حد و باره ورزش برای قلب شما عالی است اما اگر اندام مناسبی ندارید و گاهن ورزش می کنید انجام تمرینات را به آرامی شروع کنید و استقامت بدنتان را کم کم افزایش دهید تحقیقات نشان می دهد هنگامی که شما به مدت طولانی یا با شدت بسیار زیادی ورزش می کنید ممکن است در معرض خطر حمله قلبی و دیگر مشکلات قرار بگیرید در صورتی که نمیدانید چه تمریناتی و تا چه حدی برایتان مناسب است با یک فرزش ملایم مانند راه رفتن شروع کنید مرسی که با من همراه بودین امیدوارم همیشه سالم و درست باشین تا ویدیوی بعد خود...